در هفته یه ساعت پدرتو میبینی؟ تو هفته یه ساعت پدرتو میبینی؟ نمیبینی؟ شنیدی؟ ده خجالت بکش. آقا خونه ما اون طرف خیابون روبروی مسافرخونه است. اونهاش بهش بگیم پات میشکنه روز نیم ساعت بیای تو خونه این بچه تو ببینی. پات میشکنه روز نیم ساعت. ببخش. بپرسین آخه شب و روز تو این خراب شده چی کار میکنه؟ آخه زن اینجا مسافرخونه است. شب و روز وقت و بی وقت مسافر میاد. من چطوری میتونم اینجا رو ول کنم و بیام خونه برای دل جناب علی بگیرم بشینم؟ قربان چه فرمایشی داشتی؟ فرمودم یه اتاق میخوام. ملاحظه میکنه قربان؟ ملاحظه میکنین؟ اگه این تو سر شما خورده بود دیگه واسه من آبرو میموند، حیثیت میموند. نه والله، زن بچه رو بردار برو خونه. برش تو برو خونه این بچه رو. اینجا چه بازی کردنه؟ برو خونه. برو خونه. چرا بچه رو میزنی خرس گنده؟ گریه نکن قربونت برم. لا اله الا الله. گریه نکن. خب قربان چه فرمایشی داشتین؟ والله دیگه فرمایشم تموم شد. خدا حافظ. آقا معذرت میخوام. اتاق نبرین آقا. خدا حافظ. زن برو بذار به کار زندگیم برسم. تو منو بیچاره کردی. شریف من دیگه یه ساعت تو خونت بند نمیشم. یا باید مثل همه شوهرای مردم بشی یا میام مسافرخونه تو سرت خراب میکنی. مرده شو رو دستتو ببرن که دیگه رو من بلند نکنی. هر قدر رسونی که دلت میخواد برو. الهی بری زیر ماشین که دستت راحت کرد. خیر سالم سالم رسید. خب الحمدلله. فکر میکنم شما یه اتاق میخواستید درسته؟ منم همین فکر میکنم. خب بس بفرمایید تو قربان. بفرمایید قربان. خیلی باید ببخشین. خیلی باید ببخشین. آخی اسم؟ نصیر. نصیر اسم فامیل؟ ناصری. ناصری. اسم پدر؟ رحیم. رحیم. شماره شناسنامه؟ 1890. 1890. صادر از اصفهان. صادر از اسفان. نصیر ناصری. شما با حاج ناصری تاجر معروف اسپانی که اینجا فرش فروشی داره آشنایی دارین؟ بله حاج، عموی خودم است. 20 سال ندیدمش، اومدم مشهد هم زیارت هم عمو ببینم. قربان پس چرا زودتر نگفتی؟ نه آهای پسر، یه چای تمیز بردار بیار. بنده با حاج عموی شما خیلی دم خورم. یعنی هر وقت پول لازم داشته باشم ایشون به من قرض میدن. نزول شما دیگرون پای من کمتر حساب میکنه. عمو نزول خورم هست؟ ای بابا، این روزا هر کی پول اضافه داشته باشه از این کارا میکنه دیگه. خب اجازه بدین من بیام اتاقتون رو نشونتون بدم و برگردم. گوش کن پسر، من میرم بالا. اگه زنم اومد اینجا بهش میگی بازار رفته خرید کن و برگرده. یادت نره ها. مواظب باش. خیلی هم چش. یه چای دیگه هم ورده بیا. بفرمایید عزیزم. آقا شریفی خورده بیشتر به زنا بشه برسیم. ای بابا آقا نصیر، زنا توقعشون همیشه زیاده. اگه آدم پنج انگوششو عسل بکنه و بچپونه تو دهنشون بازم اونا گاز میگیرن. شما خودت که زن داری میفهمی من چی میگم. نه آخه من بیوهم. 10 سال پیش یه لقمه دختر پیدا کردم، شیریشو خوردم، میخواستم عقدش کنم که جونم مر شد مرد. خب الحمدلله راحت شدی. والا من این زنمو حلوا حلوا میکنم، میذارم روش سرم، بازم ازم توقع داره. با اجازه بهش میگم جاد رو تخم چشم منه. اما مگه به خرجش میره؟ مگه قبول میکنه؟ بفرمایید همینجاست قربان. بفرمایید تو. خواهش میکنم بفرمایید. یالا این بهترین اتاق مسافرخونه ماست. اینم کلیدشه قربان. چند روز اینجا میمونی؟ معلوم نیست. فعلا ساکم میذارم میرم بازار. حاج عمو میبینم میام. هر طور که میلتونه. فعلا خدا خدا اجازه. به سلام. حالا درش بیارم این کلیدو. چرا انقدر معطل کردی؟ یه ساعتی که منو کاشتی اینجا. پاک حوصله‌ام سر رفته بود. بیچاره شدم تا رد جون فدات شم. تصدقت شد. وای چه سنگینی شد. عجب خریدی داره از بازار میکنه.
ببخشید آقا، حجره حاج آقا ناصری فرش فروش کجاست؟ تو پاساژ شادکامه. کجا؟ بغل فرش فروشی عباسی، مثل گاوه پیشونی سفید همه میشته سلیم. بله دست شده دارم. من کارمند و مباشره حاج آقا ناصری یادتم. چیکارش داری؟ منم برادرزاده حاج آقا ناصری هستم. به به خیلی خوش اومدی. قدمه دو تخفه چشمم بیبریم خدمت حاج آقا. بیا حاج آقا مجده بگی. چیه نرخ پول بالا رفته؟ نه خیر برادرزادتون تشریف آوردن. سلام عرض کنم حاج آقا جونم. تو نصیری؟ بله حاج آقا. ای خدای من اون قربون شد که ماهت برمه. 20 سال پیش که دیدمت انقضه نبودی. شما هم انقضه نبودید. نبودید. این خوردی یا بگم واسه درست کنه. دور از جون آقا. که تو شد که یهو یاد افتادی. والا آجمو چیچی بگم، داستانم زیاده، زندگیم خوب بود اما خون و انبارم همه آتش گرفت از بین رفت. خلاصه اومدم خدمتون دستی زیر بالم بگیرین، یه سرمایه بهم بدین که کلا اگر طبیب بودی سر خود دوانم بودی. عمو جون تموم این فرشا که میبینی امونته. امین آقا تو بگو من تا کجام تو قرضه؟ تا خرخره حاج آقا واقعا داره با سیلی صورت خودش سرخ نگه میداره. دلی شیر واسهش کباب ولی ای پولا که ببینی امو جون همش امونت مال مردمه. امین آقا بلند شو اینا رو بس تو صندوق گم و گور نشه. چشم حاج آقا. آقا نسیر اگه این پولا مال حاج آقای بیچاره بود دیگه این پیرمرد قصه ای نداشت. آره امو جون چشمت به دست من نباشه، من از خودت مفلسترم. درست امین آقا؟ به خداوندی خدا درست. من میدونم حاج آقا هفته چند شب سری بیشام زمین میذاره. من دار ناراحت نباشین حاج عمو جونم، به خدا اگه میدونستم وضع شما اینجوریه یه خورده پول جمع کرده بودم آورده بودم براتون. صبر کن ببینم چیزی تو جوبم دارم بدون بدم. ببین داری بهش بده. والا 4-5 تا بیشتر نمیشه. بیا این دو تومن مال شما. بیا دست شما درد نکنه. این 3 تومن هم مال شما جمع. بس تو جیبتم اونجا ممکنه برای برگشتن ترون لازم بشه. فکر منو نکنین، پیش شما باشه یهو خدای نکرده امشب از گشنگی میمیره. میگم حاج آقا قبول کنی سله ارهامو برای همچین روزایی درست کردن دیگه. دست شرط نه. باشه عمو جون قبول میکنم، اما به شرطی که یه روزی ازم پس بگیری. باشه عمو جون ان شاء الله روز قیامت همدیگه رو میبینیم. تو مشکل گو گردن کنه پس از آفرس خراب بلند شده اومده اینجا من زیر بالش میگیرم. نه خیر اتاق خالی نداریم، اصلا من میخوام در اینجا رو گل بگیرم. سلام علیکم. سلام آقا نسیم، حال شما چطوره؟ ای آقا شریف شما که سالم بودی چرا اینجوری شدی؟ والا نمیدونم کدوم شیر ناپاک خورده ای زن من سر بزنگا خبرش کرد. حالا اومده اینجا مثل اسرائیل بالا سرم وایساده. خب حالا حساب من چقدر میخوام برگردم؟ مگه شما امشب اینجا نمیخوابین؟ نه کار فوری دارم باید برم. خیلی خوب چی داشتین؟ والا یه چای بنابود برام بیاره بخورم. این یه چای دوغ و کوبیده اضافه که نداری؟ فقط چای نخورده بود. خیلی خوب والا چون شما این 20 تومن محرمت کنیم. باش زیادترم بخوای میدم. اما حالا پول حرام نیست، ممکنه 180 تومن دیگه بهم قرض بدین تا یه مرتبه 200 تومن از تهرون براتون فورا بفرستم. اشکالی نداره، حواله بدین من از حاجمتون میگیرم. نه نمیخوام حاجمون بفهمه، خودم براتون بفرستم. والا حرفی ندارم اما یه امانتی چیزی ندارین اینجا بذارین؟ ما... البته شما و عموتون خیلی بیشتر از اینا پیش من اعتبار دارین، ولی کارت محکم کاری عیب نمی کنه. حالا گروه چیز ندارم، کت و شلوارم که نمیشه درش بیارم. فقط شناسنامه‌م همراهم هست. خیلی خب باشه، اگه لازمش ندارین قبول میکنم. شما هم هر وقت خواستین پول بفرستین آدرس من مشهد، مسافرخونه شریف، شریف شریفی، شریف شریفی، این 180 تومنه دیگه شه 200 تومن. اوف به این شام چی شده؟ نشد این شهرداری یه دفعه یکی از خیانش از میون خونه ما رد بکنه؟ که چی بشه؟ که چی بشه؟ که نونمون تو روغن بشه پسر. آره این خونه ها که نصفش خراب شده نصفش افتاده لب خیابون، چند وقت پیش متری 10 تومن کسی نمیخرید، اما الان همین خونه نصیر ناصری رو که 20 روز پیش 10,000 تومن کسی نمیخرید حالا 100,000 تومن میخرن. آره برازم به ایشان. خلاصه همین 100,000 تومن بود که سرمایش کردم و الان صاحب 2 دانه مغازه شدم. البته صاحبش من نیستم، صاحبش همونه که بازم میخوام برم چمدونم ببندم و برم پابوسش قفلش بگیرم. به سلامت آقا نصیر جون.
التماس دعا داریم، جای ما هم زیارت کنیم. چشم آقا جناب، مطمئن باشید. خداحافظ شما. به خدا سپرده. بیا، خداحافظ شما. برق میاد. کفشای منو واکس زدی؟ بله، اونم چه واکسی؟ کفشم واسه برق داره. چرا واکس میزنی؟ ببخشید قربان. آقا نصیر نیست؟ سلام کنم، الان میان، میخوان برن مشهد. چیزی میخوان؟ یک کیلو قند و یه بسته چایی بده. چشم، الان میدم حضورتون. سید اصغر، شما با آقا نصیر شریک هستین؟ عرض کنم که فرقی نمی کنه خانم، داستانش زیاده تا این دکون درست شده. سلام خر. سلام اوستا. سلام. سلام شریف خانم، حال شما چطوره؟ من چمدون رو بستم، یه مش پول خورد بده اونم. شنیدم مشهد میریم، به سلامتی. جاتون خالی. بله، التماس دعا داریم. خاطرتون جمع باشه. چشمم روشن. دختر خرس گنده، برای یک کیلو قند و یه بسته چای چند ساعت وایمیسی با این گردن کلفت لندهور حرف میزنی؟ گم شو دیگه، بیا برو خونه. ایک بیری. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه همچین زن بابایی رو. فعلا که نصیب من بیچاره کردی. بذاریم به حساب بابا. به سلامت آقا نصیر. خدا حافظ. به سلامت. التماس دعا آقا نصیر. باشه. خیلی آقا. برو زود بیا پسر، برو. ببخشید آقای شریف شریفی کجان؟ شریف شریفی؟ بیچاره دو سال پیش ورشکست شده، اینجا رو به ما فروخت و رفت. کجا رفت؟ گمون نکنم مشهد باشه، چون طلبکارا راحتش نمیذاشتن. ببینم پول شما رو خورده؟ نه، شناسوی منو خورده. عجب. زن بچش کجان؟ اون بیچاره هم همینجا ویلونن، بعضی وقتا من کمکشون میکنم. آقا کمکم کنی، یکی دو ماه دیگه کرای خونتون رو بهتون میدم. خانم این برج سومی که عقب افتاده همش همین حرفو میزنی. میدونم آقا، گفتم فراهم میکنم بهتون میدم. من نمیدونم، امروز تا اصلا حداقل دو ماه کرای خونه رو واسه بدی، ولی بابام گفته اساستون رو میرسن بریم. آخه تا از 400 تومن از کجا من بیارم؟ شما صابخونه چقدر بی انصاف. بوران خانم. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. منو میشناسین؟ نه خیر. 4-5 سال پیش اومدم مسافرخونه دون اتاق کرای کردم، شوهرم با شوهرتون دعوادون بود. من شب و روز با شوهرم دعوام. بله. یادتونه اومدم جریان سوراخ کلیدو بهتون گفتم، شما رفتین مسافرخونه و دخل شوهرتون رو آوردین؟ آه بله بله یادم. بعدش هم پول نداشتم، شناسپیش شوهرتون یه رو گذاشتم و 200 تومن گرفتم. بله متوجه شدم. شما شناسنامه‌تون رو گرفتین؟ نه آخه خانم، چند بار کاغذ نوشتم شوهرتونم جواب من نداد. آخه اون خبر مرگش چند سال مشهد نیست، نمیدونه ابرسونی گذاشته رفته. تمام پول و زندگیشو خرج عیاشی با زنا کرد، آخرشم از ترس طلبکارا منو بچه‌ش ول کرد و رفت. شناسنامه منو چیکار کرد؟ من چه میدونم، وقتی با زن و بچه‌ش اینطوری رفتار کنه میخوای شناسنامه شما رو دو دستی بچسبه؟ حالا تکلیف من چیه؟ چه عرض کنم؟ تکلیف من چیه؟ چه عرض کنم؟ خداحافظ. به سلامه. تورا خانم. بله. من اون سال 200 تومن از شوهر شما قرض کردم، حالا میدم به شما. بفرمایید. این 400 تومنم بابت دو ماه کرای عقب افتاده خونه بده صاحب خونه. به چه حسابی؟ به حساب این که 200 تومن اون روز برای من خیلی ارزش داشت. اینم آدرس تهرون من، اگه از شوهرتون خبری پیدا کردین شناسه منو بفرستین به این آدرس. متشکرم آقا، بفرمایید تو. میخوام برم بازار یه سری به حاج عمو بزنم ببینم از گشنگی نمرده باشه. وای مردم عمو جون، دیگه رفتنیم. خوب شد اومدی ببینم. چه دون شده عمو جون؟ بی پولین یا اینکه واقعا مریضین؟ هم بی پولم هم مردنی. خب الحمدلله. اسرائیل دست از سرم بر نمیده. دکتر چی گفته؟ ایداد بیداد، من که حالشو ندارم برم دکتر، پولشم ندارم. این چه حرفیه؟ بیا آقا باشه، مگه من مردم که شما میخواییم بیمیرین؟ بله آقا نصیر. زود برو یه دکتر ورده بیاد، تموم مخارج دواشم خودم میدم. چه؟ من یه نصیر سابق نیستم که. الحمدلله هم روز که اومدم مشهد و قفل امام رضا رو بوسیدم، حاجت هم داد و کاروارم سکه شد. الحمدلله. اینم آدرس تهرونم، هر وقت تهرون تشریف آوردین قدم رو تخم چشمم. خب الحمدلله. امیر آقا چرا وایسادی؟ برو چای یا شربت بیار. خیلی خیلی خوش آمدین. اجازه بدین عوض شربت همون چای دارچین واسهشون بیارم. نه نه هیچ کدومشون لازم نیست. جان تو از دو سال پیش که چای نخوردی رفتی حاج آقا همینطوری ناراحت. میدونم.
اصلا از دوری من مریض شدن دارن مرحوم میشن. خب حالا تا که اینجا میمونی؟ من یه ساعت یه با قطار حرکت میکنم. خداحافظ شما. بعد من میذارم بری. انگار حالتون خوب شد. نه حاجم جون من باید برم، انشالله بازم همدیگه میبینیم. آخه کی کجا؟ همونجا که گفتم اون دنیا. آق نصیره، آق نصیر، سلام آق نصیر. سلام تراف، حالا شده زیارت قبول. جاد خالی، خیلی دعا کردم. میگم که دعا به جای خود، سوغاتی بسن چی آوردیه؟ خودم و چیز هر سوغاتی شیرین ترم. خودت هم درست، سوغاتی چی آوردی؟ اونو که مال قزوینه، سنگ پا. سنگ پا میخوام چیکار کنم؟ بب سلام درستم، حالا شده سلام استاد جون، قربونت برم اینه جفتتون رو دعا کردم. خدا عمرتون بده، ولی خب سوغاتی های مشهد یه چیزی دیگر. بیا این نبات تبرک شده مال تو که شکمو هستی. درد شما درد نکنه، ایشالا خدا عزتت زیاد کنه. این مور و تصویه و جانمازم مال تو که نماز خونه با خدایی. خدا عوضت بده، رسی ببینم استاد شناسنامتونی گرفتی یا نه؟ نه بابا، یارو برشکست شده فرار کرده رفته، شناسنامه من هم علمیست چی کار کرده. میگم که آق نصیر الماسنا بگی بابا خودت راحت کن. سر سب فرصت کردم میرم اصفهان میگیرم، حالا که لازمش ندارم میخوام چیکار. قدمت سبک بود واسه مشت. بله زنبابادونم بی فیض نیزشتم. اونم دعا کردین؟ بله از آقا طلب کردم که تا سال دیگه خدا ریشش زمین بکنه. خوب کردین آقا نصیر. چیزی میخواستین؟ یه گونی برنج و یه حلب روغن. تو چشم سر اسخر، یه گونه برنج نمره یک و یه حلب روغن مثل بیا بدو. آقا نصیر، بالاخره من نفهمیدم این مغازه مال شماست یا مال سید اسخر. مال خودتونه است، سه دفعه گردم است. پس چرا کس به اسم اونه؟ وقتی میخواستم این مغازه رو بگیرم سجل پیشم نبود، با اطمینانی که به سید اسخر داشتم هم اجاره نمچه دکون و هم جواز کسب رو به اسمش کردم. برای که سید اسخر آدم پاک و با خدایی است. بله برنج روغن ها بریم به حساب بابا. چشم. راستی بینم شما چجوری میخوایی همین بار با خودتون ببرین؟ نمیدونم. بزن باشه میگم برادون ورده بیا. خدافظ. به سلامت. استا اجازه میدیم من ببرم؟ صد بار بهت گفتم اینجور حمالیه به تو نیمده. ای وای شما چرا زحمت کشیدیم؟ بیا دارین شیری خانم، شما اینقدر خوب این که اگه صد تا گونی هم داشتیم داشتم پشت گردنم میاوردم، حاضرم خودمونم قلم دوش بکنم. شما چقدر خوبی. قابل نیستم. ببینم هنوز زنبابادون نمیذاره دخترش محوش به شما کمک بکنه؟ معلومه، مادر خدا بیامرزم پیشبینی این روزا رو میکرد. خدا امواتتون رو بیامرز. بفرمایی تو چیه؟ چی رو بفرمایی تو؟ همجور تعرف میکنی بفرمایی تو؟ یالا بفرمایی خودت دستت چلاغ بود بیاری که میدی به این نرقون برداره بیاره؟ آخه سنگی بود شیری خانم نمیتونه صحنه بیاره. سلام و زهر ما. دست شما درد نکنه، چه زحمت میکشید شما؟ ای با زن آقا این چه طرز حرف زدنه؟ زن آقا و درد پدرت، من جنس این چقال بقالا رو میشناسم. من خار با فروشم، چقال نیستم. هر آشغال کله میخوای باش، بزن به چال مشرف زیر ساتو بره این دست بینمک. خدافظ. خوش اومدید. حیف اون دعایی که مشه براتون کردم، کاش عوضی دعا فوشتون داده بودم اونجا. دفعه بودم شما به عمل فوش بده. جزده چیگر زده عوض لاست دادن با این کاسبای سر محل بشین رخچرکار بشون، بعدش هم زود حیات و آب و جارو کن. تو که میدونی امشب مهمون داری. چی شده زن؟ تو بازم به این دختره پیله کردی؟ یه امشب که خواهرم میاد اینجا محوش دخترم و واسه پسرش جهانگیر خواستگاری کنه، چرا باید دختر تو چند ساعت بره برای یه خورده خرید پیش نصیر بقال؟ جمعونم اگه یه روز تو به پروپای شیرین نپیچی اون روز شب نمیشه. مامان من حاضرم، میبریم دیرمون میشه. کجا میخواییم برین؟ از وقت حالا واسه آقا یاسین میخوندن. خواهرم و پسر خواهرم جهانگیر امشب میان اینجا که از دختر نازنینم خواستگاری کنن. فهمیدی؟ بازم بگم حالا هم میخواییم بریم سلمونی، بریم مادر جون. حالا تو مطمئن هستی که جهانگیر پسر خواهرت خوبه؟ معلومه که خوبه. بله تو حرف نزن مادر، دیپلمشو گرفته، تو ذوب‌آهنم استخدام شده، داماد دیگه بهتر از این گیرمون نمیاد. بریم مادر جون. رختا رو که شستی زود میوه و شیرنیا رو میچینی تو دیسا میذاری تو اتاق مهمونخونه، بعدش هم میری سراغ شام شب. وای به حالت اگه برگردم و این کارا رو نکرده باشی. صد دفعه گفتم این صحیح نیست که دختر کوچیکتر رو زودتر از دختر بزرگتر شوهر بدم. خوابه تو هم
اما بابا جون امروز راست شده دختر کوچیک‌تره رو زودتر از دختر بزرگتر شوهر بدن. قربون دهانت مادر. غلط کردی. عجب دوره و زمونه‌ای شده ها. اصلا عیب تو اسم شوهر رو بیاری. با چه عیبی داره؟ اون دوره ها گذشت. امروزه باید دختر و پسر همدیگر رو ببینن و بپسندن. اینا هم که همدیگر رو پسندیدن. درسته؟ بله. اما من تا وقتی دختر بزرگم شیرین تو خونه است موافق نیستم دختر کوچیکترم رو شوهر بدم. اوا شاید دختر تو بخواد تا آخر عمر بیخ ریشت بمونه. دختر بیچاره من چه تقصیری داره که به پای اون بسوزه؟ همینو بگو. تازه دختر ترشیده تو رو کی میاد بگیره؟ همون بهتر که ترشیش بندازی. اصلا بهتر دستشو بگیری ببریش تو خیابونا بگردونیش، بلکه معذر رضای خدا یه شوهر براش پیدا بشه. سلام شیر خانم، حال داشت داره؟ آقا نصیر، مرگ موش دارین؟ مرگ موش؟ بله، از بس موش تو خونه زیاد شده. سر از مرگ موش ها کجاست؟ الله اکبر. تله بذارین، بهتر از مرگ موشه. این موش های امروزی ناقلان، مرگ موش براشون فایده نداره. اگه بیگیرشون رو دو تا لیوان هم حلقشون میکنی باز بلند میشن هر هر به آدم میخندن و در میرن. چی تا شد؟ الان میارم گربه برای موش بهتره. سا تو خونه گربه ندارین؟ مرگ موش بهتره. میخوای خودم بیام موشاتونو بگیرم بکشمشون؟ نخواستین سر از قرار میفرستم جای صد تا گربه کار میکنه. بفرمایید مرگ موش. بذاریم به حساب بابا. نکنه برای خودش میخواست؟ مثل این که ناراحتم بود اوستا. ها شیرین خانم، مرگموشو برای چی میخواین شما؟ به هیچ کس مربوط نیست. به من چی؟ کاسه محله مربوط است. کاسه محله یعنی فضول محله. برای چی میخواین؟ آقا نصیر، من میخوام باهاش خودمو بکشم. آخه چرا میخوای بمیری؟ این همه دارن تو ویتنام میمیرن بس دیگه. والا اسرائیل خسته شد دیگه، بس داره شب و روز قبض روح میکنه. وقت نداره به شما برسه. شیرین خانم، چرا گریه میکنی؟ آقا نصیر، نمیدونی زن بابام چه حرفایی میزنه؟ به بابا میگه دخترتو ببر تو خیابونا بگردون، شاید یه شوهر براش پیدا بشه. شیرین خانم به خدا متکی باش، انشالله از خزونه غیبی شوهر خوب براتون پیدا میشه. بده من مرگموشو، برو خونه صلوات بفرست. برو. ماشاءالله چشم خواهره شما دختر خوشگلی هستی، نبینید گندست، نه چشمات لوچست. مردا آرزو دارن بیان خواستگار شما. هیچ کدومشون مرد نیستن، ولا یکیشون غیرت میکرد و میومد جلو. شیطونه میگه برم مرد بودن خودم رو ثابت بکنم. و ببینی ذلیل مرده یه ساعت رفته استکان بیاره، قلم پات بشکنه الهی. پدر من میرم زود برمیگردم. نفهمیدم کجا؟ جز سر قبر مادرم کجا داره؟ التماس دعا. چه لوس. اول برو درو واکن ببین کیه. سلام علیکم. سلام آقا نصیر. بفرمایید. بفرمایید آقا نصیر. با این مردی که اینجا چیکار میکنه؟ لابد یه کاری داره زن. بفرمایید تو، بفرمایید. باشه چادر تو سرت کن مادر. نه باید چیزی بگی. سلام آقا جان. سلام داداش. سلام خانم. لااقل جواب همیشگی سلام و زهرمار رو بدین به ما. حیف زهرمار. بس شما درد نکنه. آقا نصیر خوش اومدی. چرا زحمت کشیدی؟ بفرما بشین. قربون شما قابل نداره. یه چایی برای آقا نصیر بریز. لابد آقا نصیر این گلو برای بله برون و محوش جانگیر آورده. درست آقا نصیر؟ خیلی درست نیست. خوش بخوش. والا چون ساعت خوب بود من این گل ناقابل آوردم که اولندش حال شما رو بپرسم، دومندش بازم حال شما رو بپرسم. چرا حرفتو خوردی؟
نخوردم. وقتی شما آدمو نگاه میکنه آدم قبض روح میشه، حرفش یادش میره. قربونت دهنت آقا نسیر، گل گفتی. خب حالا حرف دومتو بزن. والا روم نمیشه، خجالت میکشم. خیلی خوب، خودم فهمیدم. حسابت داده، فردا میرم حقوقم میگیرم بهت میدم، حسابمون تسویه میکنم. اختیار دارین، من که نمیدم از شما حساب بخوام. مغازه مال شماست، دکونم مال شماست، من چیزی دیگه ای میخوام. خب پس چی میخوای آقا نسیر، بگو. من چیزی میخوام که خیلی شیرینه. شیرین نیست اما از اصل شیرین ترست. خیلی خیلی شیرینه، یعنی اصلا خود شیرین خانومه. خلاصه اگه منو به غلامی خودتون قبول بکنی من حاضرم. چه غلط ها؟ چشمت روشن، نسیر بقال اومده از دخترت خواستگاری کنه. من بقال نیستم، خاربار فروشم خانوم. هر کی میخوای باش، بلاش برو بیرون. آخه زن مگه چه عیبی داره کسی بیاد خواستگاری دختر آدم؟ کس عیبی نداره، اما این ناکسه. من چه عیبی داره به شما فروختم؟ نگفتم آخرش این دختر قرش مالت با این نسیر بقال سر و سری پیدا میکنه؟ بقال نه، خاربار فروش. آقا جناب، به خدای شیرین خانم میدونست من میخوام بیام خواستگاریش. خودتی اگه شیرین خبر نداشت چرا یه ساعت بزک دوزک کرد و اینجا وایسادی؟ زن اون که میخواست بره قبرستون برای مادرش فاتحه بخونه. اگه ریگی به کفشش نیست پس چرا نمیره؟ چرا اینجا وایساده؟ ده برو گم شو، بد ترکیب برپریده. آقا جناب، عاقبت به خیر شدی. نسیر بقال اومده خواستگاری دختره. خانم چرا زورت میاد بگوی خاربار فروش؟ آقا جناب، اگه بخوای قولی به این بقال بدی دست دخترمو میگیرم از خونت میرم بیرون. واسه اینکه اگه باد به گوش جهانگیر برسونه که با جناقش نسیر بقاله، میره دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه. همشه من خاربار فروشم، بقال نیستم. تازه میگی بقال شما حق ندارم بتونم. بعد از پولش خونه من برو بیرون. بقال بدبخت. خاربار فروش. آقا نسیر شما بفرمایید، من خودم میام حسابتون رو میپردازم. چش آقا جناب، من از خونه شما میرم، کلام بیفته دیگه اینجا نمیام بردارم. اما فکر دختر بیچارهتون باشین. دیشب شیرین خانم از من مرگی موش خرید که دست این خانم بخوره و خودش راحت کنه، اما من نگذاشتم. خلاصه این زن شما یه اسرائیله، یهو یه بلای به سر دخترتون شیرین خانم میاره. لا اله الا الله، چیش نگفتم بیا بگیرین گل تو سرت بخوره. حالا دیگه منو پیشش برام بده. شیرین خانم، دیدی حالا که یه مرد پیدا شو بیاد خواستگار شما چجوری سکیه پولش میکنن؟ بله، معذرت میخوام. ببینم شما جدی جدی اومدین خواستگاری من؟ پس جدی جدی اومدم خواستگاری زن بابادو؟ وقتی دیشب به من گفتی یه مرد با غیرت پیدا نمیشه بیاد خواستگاری من، منم به رگی غیرتم برخورد. سبد گل خریدم اومدم که کاش این گلو برده بودم سر قبر زن بابادو. تا حالا صد تا از خواستگارای منو فراری دیدی. اما من از اون خواستگارا نیستم که فرار کنم. من کاری میکنم که زن بابات از دست من فرار کنه. حالا میبینی. آقا نسیر همون جواسا که اومدن. بازی قالپاق ما در رفت. یک ساعته دارم دنبال در به در میگردم. یک خبر خوش واسات دارم. ان شاء الله که خیر باشه. بگو. اول مژدگونی رو رد کن تا بهت بگم. مخلصتیم. خیلی خوب میدم. بیا اینم 2000. بابا اینقدر جلو شیرین خانم ولخرجی نکن. چیا میخوام؟ چه میدونم از وقتی به دنیا اومدم همطور ولخرج بودم. دست خودم نیست. چیکار کنم؟ خب اول خبر بگونم ارزش مژدگونی داره یا ارزش تیپایی. خبره این بهتر نمیشه. حاجمو تو مشهد مرحوم شده. توپ به گور بده بیا پدر سوخته. خبر مرگ عمومو میاری؟ مژدگونی هم میخوای؟ واسه چی چند میلیون ارزی رو که بهت میرسه نمیگی ها؟ راست میگو، حاجمو غیر از من کس دیگره نداره. تو از کجا فهمیدی؟ بابا مباشر عمودم مشهد اومده منتظرت. الان تو دکونه. آره باره چله تو رو شیرین جون، مثل که قدمتو برای من نون کرد. من میرم اینم چی شده بهت خبرش میدم. بیا بریم اینم زدیا. شالله که قم اول آخرتون باشد. خدا رحمتشو کنه. خدا بیا مرزتشو. از همه شما متشکرم. خواهش. خب چقدر ارسیه برای من گذاشته است؟ بله اینش مهمه. البته حساباشو بنده همه رو دارم. گمانم به 7-8 میلیون تومانی برسد. 7 میلیون. ببینم اون مرحوم غیر از آق نسیر ارباب کسی دیگه رو نداره؟ آخه والا با اطلاعاتی که من دارم آقا نسیر تنها وارث منحصر به فرد مرحوم ناصری هستن. اوخی الحمدلله.
درسته حاجموی خدا بیامرزم برای چه خرج زن به چه نداشته باشه قسم خورده بود که تا آخر عمرش هیچ وقت زن نستونه. نور به قبرش بباره، چه آدم فهمیده ای بوده. این شخص جاش در ته بهشته. در حال باید هر چه زودتر بفرمید بریم مشهد و کارهای انحصار وراثت رو انجام بدید. آقا نصیر، من جای شما بودم همین حال حرکت میکردم و میرفتم اونجا. آقا نصیر میگم ای حالشو نداری من خودم برم. آقا نصیر دیدی زن چقدر بهت گفتم جلو زبونتو نگردا؟ حالا مهم نیست، زود برو در مغازه ورش دار بیار اینجا تا ازش عذرخواهی کنم و از دلش در بیارم. برو. آره راست گفتی، راست گفتی. بدو شیرین جون بیبریم آقا نصیر بیاریمش اینجا. بیبریم. آخ کاش زبونم لال میشد و اینقدر بد و بیرا بهش نمیگفتم. حالا گفتی که گفتی، چطور شده؟ مگه ثروتی که به اون میرسه چیزی شاهد ما میشه؟ آره ننه، من فکرامو کردم. گمونم اگه تو زن نصیر بقال بشی بهتر از جهانگیره. چی؟ چو زهر مار، اگه دیر به جنبی شیرین میشه زن نصیر بقال و صاحب چند میلیون ثروت. آخه مامان جون، وقت جواب پسر خاله جهانگیرم رو چی بدم؟ جوابشو خدا بده. آدم عاقل میاد نقد و ول کنه نسیه رو بچسبه؟ آخه مامان، مگه جهانگیر چشه؟ درد برچشه. اون فقط بلد فکل کراوات ببنده. پول کجاست؟ من پول دارم، اما نه اینکه 100 تومن بدم به شما. عجب مردونو پیدا میشم. آستسخر، 10 تومن به این همشه بره مستحقه. چش. به هر حال زنم سخت پشیمون شده و اصرار داره که شما تشریف بیارین خونه که از شما عذرخواهی کنه. فعلا وقت ندارم. اگه دلش میخواد میتونه بیاد اینجا دستامو بوسد. اگه من خواهش کنم بیاین چطور؟ شما اگه بگوین که تا کوی قافم میام. اما آقا نصیر، جناب علی بهتره هر چی زودتر کاراتونو بکنین و بریم مشهد، چون اون کار خیلی مهمه آجور شما. ولی قبل از رفتن مشهد یه کار خیلیه که باید انجام بشه. آخه بناس ایشون با دخترم شیرین عروسی کنه. مبارکه مبارکه انشالله. خب پس هر جور میلتونه. بله مشهد رفتنو موکول میکنیم به بعد از عروسی. اما من قبل از رفتن مشهد عروسی باید برم اصفهان. اصفهان برای چی؟ همونجوری که گفتم شناسنامه‌ام گم شده، تا المصلا نسونم نمیتونم مشهد برم، نمیتونم عروسی کنم. فهمیدی؟ چی جورم؟ فعلا نصیر بقال برای چند روز رفته اصفهان. تا نیومده باید عقد شیرین و جهانگیر رو تمومش کنی. نفهمیدم خاله جون، چرا یهو تصمیمتون عوض شد؟ ای با من که بی خودی این همه راه پا نشدم بیام خونه شما خاله جون. والله خواهر، بیرو درواسی خودم هم زیاد دوست نداشتم محفظ زن جهانگیر بشه. من نمیگم شیرین دختر بدیه، ولی شما بیشتر مایل بودین که من با محفظ عروسی کنم. درسته جهانگیر جون، اما تو که غریبه نیستی، بچه خواهر منی. خوب که فکرامو کردم دیدم شیرین به درد تو میخوره. من تو همون تن و بدن شیرین رو دیدم، عینه هم مرمر میمونه. من که زنم دهنم آب افتاده. اون وقت حیف نیست بندازیمش تو دست بال نصیر بقال. احوال کجا؟ اونجا بیه. همینجاست، بیدون. سلام علیکم. ببخشید آقا. بله. المصنا میخواییم. دری اول دستی راست. دری اول دستی راست. سلام عرض بکنم. بیشتی آقا بفرمایی. سلام، بفهم بشنه. المصنا می‌خواستی؟ المصنا؟ بله. مشخصاتتون رو بفرمایید. نصیر ناصری، فرزند رحیم، شناسنامه 1890 و صادر از اصفهان. خیلی خوب، چند دقیقه صبر کنیم الان میارم. چشم. آخیش. آخیش. آخ چه خبرتونه؟ ببخش خانم، معذرت می‌خوام. حواس نمی‌ذارم برادم که شما کارمند اینجا هستی؟ بله. فکر کردم کارمند اینجا هستی. کتاب بخونی؟ بله. فکر کردم کتاب بخونی. پس کتاب بخونی؟ بله آقا. یه وقت خیلی آقا، یه دفعه دیگه اسمتون رو بفرمایی. نصیر فرزند رحیم، شناسنامه 1890، صادر از اصفهان. درست آقا، اما
ما ببخشیم شما مدتیه که مردی؟ چی فرمودی؟ این دفتر نشون میده که شما مرحوم شدین. دفعه به گروه پدرش خندیده است؟ خواهش میکنم به دفتر توهین نکنین، هرچی دفتر میده درسته. دفتر چه؟ آخه شما یه نمیدیم من مثل شاخ شمشا جلوت وایستدم دلت بیاد به من مردی؟ آما شهر من مردم؟ اختیار دارین، این چه حرفیه؟ ایشون حیات دارن، تازه یه باغچم در ونک داره. به این بگو من چه میدونم، اینجا نشون میده که شما دو سال پیش رفتین زیر ماشین غزل خوندین و مردین. باز میگه مردی؟ یه چیز بهت میگم، اون میذارم اون مخدا چی میتونی بگی؟ بیا بخون ببین شناسنامت باطل شده یا نه. وقتی دفتر میگه مردی مردی، منم میگم مردی. من مهمترم یه دفتر. اینجا کجاست؟ بگه اینجا رئیس نداره. من الان برم پیش رئیس حساب رو بر. خانم چرا میاد تو بغل من؟ آی ایو هنوز یکی بیاد به این آقا بگی من مردم یا زندم. 90 کیلو گوشت جلوش داره راه میره، من باهم میگه مردی. آقا شلوغش نکن، وقتی میگن مردی یعنی مردی دیگه. جد آبادت مرده، آقا من مردم. آی مردم ایو هنوز بابا یکی به عرض من برسه، اینجا رئیس نداره. آقا رئیس تو رو خدا ببینی. آقا بفهمید تو بفهمید تو بری سر کارتون آقا. اینجا بری سر کارتون آقا. بری چی خبر شده آقا؟ چی؟ سلام جناب رئیس، من اومدم المثنا بسونم. این آقا داره ما رو مفت مسلط تو گور میکنه، به این هیکل میگه تو مردی. من نمیگم، تمام عالم میگن، یعنی دفتر میگه. جناب رئیس ملاحظه بفرمایید قربان، در قسمت ثبت مردگان نوشته شده که این آقا مرده. باز من بگه مرده، جلو رئیس یه چیزی بهت میگم آ. اگر اسم و مشخصات شما اینه که اینجا نوشته شده، ایشون درست میگه آقا جان. ایشون غلط میکنن. اگر بخوای به کارمند من توهین کنی، کارت عقب میفته آقا جان. این داره من توهین میکنه که من میگه تو مرده. آخه من مردم؟ من اگه چند ماه هم طول بکشه اونقدر اینجا وای میسم تا تکلیفم معلوم بشه. آقا باشه، برو تو میدون به سه دستگاه تلفن بزن، بگو من کارم اصفهان گیر کرده، تا درست نشه نمیام. زود برو ببینم. رفتم بزن. من همینجا میشم تا تکلیفم معلوم بشه. میخوام ببینم من مردم یا زنده‌ام. ببخشید تلفن عمومی کجاست؟ مغازه بغلی داره. متشکرم. آقا جان من عجله دارم، میتونم از اینجا با تهران صحبت بکنم؟ بله تلفن خونه میسونه دقیقه 18 رو، ما میسونم دقیقه 28 قرارم که صرف کنه. باش صرف کنین آقا، بزنین ساعتمو میزون کنم، اول 0-1 رو میگیرین خودش واسه میکنه به شما. برو بریم ای دست بر شمایی. الو من همین آقا مباشر. بله آقای مباشر، از کجا تلفن میکنین؟ چرا اینقدر صداتون کم میاد؟ آقا نصیر حالش چطوره؟ امروز رفتیم سجل احوال. سراغ آقا جمال؟ رفتیم میگم رفتیم سجل احوال. نمیدرسته رفتیم سجل احوال. گفتم آقا نصیر مرحوم شده. آقا نصیر مرحوم شده؟ چه؟ میگن آقا نصیر تصادف کرده مرده. آخ که من بی‌وسلش شدم. چطور شد که آقا نصیر مرحوم شد؟ مواظب دکون باشی. آره آره هفته ای خود درستانی وای بیچه کار که به سرم شد. قربونه اون کپکت برم آقا نصیر که سالی یه دفعه وای بیچه قربونه اون کلا شمگاش بدم که کش بسش رو سرش. وای خودش اینو بیچه خاکی به سرمون شد. خاک بر سرت؟ خیلی دلت بخواد زن جهانگیر بشی؟ پسر به این خوشگله چه عیبی داره؟ حلال دخترتون باشه، من زن جهانگیر خان نمیشم. تو غلط میکنی. اگه جهانگیر بد بود من حاضر نمیشدم دخترمو بهش بدم. منتها جهانگیر خان تو توفه رو میخواد. این کبری دارم نامزدم و دو دستی تقدیمت میکنم، بازم دو قرتونیمت باقیه؟ این حرفا زیادیه. به قول خودتون دختر و پسر باید امروزه همدیگر رو بپسندن. آقا نصیر شیرینو میخواد، اونم آقا نصیر رو. منم غیر از آقا نصیر زن هیچ کس نمیشم. نمیفهمم مگه من چی چیم از اون بقال کمتره؟ همچی؟ اولا اون بقال نیست و خاربار فروشه، ثانیا هر جورات برای من خوبه. خوبه خوبه. آره جون شما دارین منو خورد میکنین، شیرینم که حاضر نیست با من عروسی کنه، پس من چیکار کنم؟ همش تقصیر بابامه که اینقدر به این دختره رو داده. چرا نمیزنی تو سرش راضیش کنی؟ مرد به خداوندی خدا اگه شب همین جمعه عقد و عروسی شیرین و جهانگیر رو علمش نکنی بد میبینی ها. بابا جون جهانگیر سفت و سخت عاشق شیرین شده، ممکنه بره سر خودش و دختره یه بلایی بیاره ها. لا اله الا
الله چه گرفتاری شدم. خیلی خوب با شیرین صحبت میکنم، بلکه راضی میکنم. بلکه نداره، شب این جمعه باید عقد و عروسیشون برگزار بشه. خیلی خوب. قربون شوهر جونم برم الهی. بلند شو برو ببین کیه. پشو برو یه خورده باش حرف بزن. پشو. اون حالا عصبانی. جون من پشو. بذار یه خورده حالش جا بیاد بعد باش حرف بزن. مرگ من پشو. خیلی خوب میرم. آقاره جو بیچاره شدم. چرا مگه چی شده؟ آقا دیدی که چطور شد؟ آقا جناب، آقا جناب، آقا نمیدونی تو اگر وای کردم زد سیری گریه. نمیدونم چرا گریه میکنی؟ چه خبر شده؟ آخه حرف بزن. دیدی که چطور شد؟ دیدی که چطور؟ آخه بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. همین حالا آقای مباشر تلفنی از اصفهان خبر داد که آقا نصیر زیر ماشین رفته و عمرشو داده به شما. وای خدای من، نصیر مرد. آقا نصیر مرد. برم یه خورم تو دکونم از اجازه داری. سلامت داداش، بقای عمر خودت باشه. لای لا لا جهانگیر جون، حالا که شیرین قرائت فار میاد بهتره تو با مهوش عروسی کنی. با خاله جون بالاخره من کیو باید بگیرم؟ خب پس فعلا به احترام روح اون مرحوم عروسی جهانگیر و شیرین باید یه هفته عقب بیفته. عروسی شیرین و جهانگیر؟ مگه مهوش خودم چه عیبی داره که جهانگیر بیاد با اون ایکپیری عروسی کنه؟ ده. آخه زن تو چرا مثل بوغلمون دم به ساعت رنگ عوض میکنی؟ مگه تو نگفتی من شیرین رو راضی کنم که زن جهانگیر بشه؟ کی همچین غلطی کرده بابا جون؟ مگه من نامزدمو به این آسونی از دست میدم؟ دو 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 دو. جهانگیر به مهوش علاقه داره، شب همون جمعه میخواد باهاش عروسی کنه، درسته دوماد جونم؟ والا چه عرض کنم، تقریبا یه هم چیزاییه. وای دیوونه شدم خدا. نگهدار. بفرمایید. یو باقیش هم مال خودت. دست شما درد نکنه. علت فوت ناگهانی آقای نصیر ناصری، مغازه سری تعطیل است. این چی؟ و خدا رحمتم کنه، من مردم خودم نمیدونم. یعنی چی شده؟ این اعلان کی نوشته؟ نمیدونم. بریم خونه آقا جناب، حتما اونها یه چیزایی میدونن. بریم. بریم دختر، فردا روز عقد مهوشه، هزار تا کار داریم. هنو داری با یه سینی برنج برمیری؟ اقلا میخواستین دست نگردارین تا هفته این خدا بیامرز تموم بشه. گناه داره. بسه بابا، تو هم حوصله داری. اون خدا بیامرز نه کس و کار ما بود نه آشنای ما، به ما چه مربوطه شیرین جون؟ همینو بگو. باز اقلا اگه دختر من عقد کرده بود و مرده بود یه چیزی، به ما چه؟ اگه خیلی دلت براش میسوزه روزا میتونی بری قبرستون براش فاتحه بخونی. حتما دوماد و دختر عزیزم از گردش برگشتن. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی بشه بگه تو بیبریم تو. سلام علیکم، من انکرم مونچر. سلام علیکم. شما زنده این؟ بله چه زندم، کی به شما گفت اسمم مردم؟ این آقا از اصفهان به سه دستخر تلفن زده بود. من کی همچین حرفی زدم خانم جون؟ من گفتم سجل اول میگه که آقا نصیر تصادف کرد و مرده. همین. دست شما درد نکنه، دست دستی ما رو کشتی؟ دلت میاد داغ عروسی با شیرین خانم به دل ما بمونه؟ نگو. به من که خیلی خوش گذشت. معلومه خوش میذاره، تو هر روز بیاری چقدر بهت خوش میذاره. اینو تو نماشه جلدی شده. وای سبلا شیرین خانم، بابا تو کجا؟ رفته مجلس ختم. ختم چی؟ ختم شما. ختم من؟ زودتر برین خبر بدین خط رو برچینن، خوب نیست، برین دیگه. باشه، بریم یه فاتحه برای خودم بخونم، بریم. آقا نصیر. بله شیری خانم. تو رو خدا شما نمردی؟ گمونم نمرده باشم، اگه شک دارین شب عروسی معلوم میشه.
این بقاله راست راستی زنده بود؟ خوشبختانه بله. سید اسخر اشتباهی فهمیده بوده. خبر مرگش رفت؟ بله رفت. آخه بلند شو دیگه نمیخواد برنجا. مگه فردا شب عقد مهوش و جهانگیر نیست؟ مهوش و جهانگیر؟ وقتی آقا نصیر زنده است مگه دخترم دیوونه است بیاد زن جهانگیر بشه پسر آسمون جور؟ چه حرفا میزنی؟ مرحوم ناصری همیشه برای دوستدارانش زنده است. او مردی بود سخاوتمند، با ایمان و با خدا. انسانیتش زبانزد خاص و عام بود و زهی تأسف که عمر این گونه اشخاص مثل عمر گل کوتاهه. همه میدونین که اون مرحوم خار با خروش بود. ولی یک خدا رحمتش کنه. عجب آدم نازنینی بود. شما با اون مرحوم آشنایی داشتین؟ بله، اون مرحوم خودی من هستم. عجب دنیایی شده. همه دارن دیوونه میشن. لا اله الا الله. خجالت نمیکشم. اینجا مجلس ختمه. چی شده آقا جون؟ هیچی، اون دیوونه که اونجا نشسته میگه اون مرحومی که امروز ختمشه منم، خودم منم. خودشه آقا. نه ای وای خودشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ای وای الرحمن الرحیم. خدا یا مردت بزنه. خدا که داره مردت بزنه. چه دستی دستی دارم ما رو مرحوم میکنن. ختمت خلوت شد. آقا مباشر، ختم امروز من رو خریت شما و سید اسخر است که نفهمید تو تلفن اصفهان و تهران با هم چی شی بگویند. اما بالاخره من باید بفهم کسی که به اسم من و با شناسم من تصادف کرده و مرده چیه. خب این که کاری نداره، میری بهشت زهرا فوری معلوم میشه. بله. ببخشین آقا. آقا با. شما صبح تا حالا دنبال کی میگردی؟ دارم دنبال خودم میگردم. دنبال خودتون میگردی؟ بله آقا، مدت هاست که من مردم اما قبرم پیدا نمی کنم. بیا پیدا کردم، پیدا کردم. بیجا نگاه کن دارو خدا را اینا مرگ تو خودتی. نه خودتی بگو بارکلا. آره درست، خودم هم. خدا بیامرزدم. اسم فامیل رو نوشته و همه چی با شما تطبیق بکنه. معلومه خودم هم دیگه، فقط یادم نیست چه وقت مرحوم شدم. نمیفهمم، این قبل شماست؟ بله دیگه، اینم شاهد است دیگه. ببین آقا جون، گوش کن چی میگم. اسم این آقا نصیر ناصریه، صاحب این قبرم اسمش نصیر ناصریه. چطوری میتونیم بفهمیم صاحب این قبر کی بوده؟ کاری نداره، با من بیاین دفتر. نصیر ناصریم، شناسنامه 1890، صادره از اصفهان، به علت تصادف با تاکسی فوت نموده است. اون کسی که زیرش گرفته، یعنی با ماشین زیرش گرفته کیه؟ اسمش اینجا هست؟ قاتل نصیر میگم. پزشک قانونی سوال کنیم. نمیدونم آقای دکتر، ممکنه بفهمید قاتل نصیر ناصری کی بوده؟ راننده‌ای بود به نام اسماعیل شادی. اسماعیل شادی قربان. سلام علیکم. ملاقات ما کیه؟ اون آقای اون. علیکم. به جا نمیارم. کس و کار ما هستین؟ ما همونم که زیرم گرفتی و کشتی. چی؟ من نصیر ناصری هم. ده پس تو زنده این ناکس نانوتی. ای 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 نفهمیدم، یه دفعه ما رو زیر گرفتی کشتی، دوباره میخوای بکشی؟ تو هم همینطور مثل مربع آلو گرفتنی جزی؟ آخه ترسیدم ریش آلو گیری بکنه. آخه شک که معلوم شد ما کسی رو نکشنیم. جناب سروان، میبینی نصیر ناصری زنده است؟ جون بچت حالا دیگه ما رو آزاد کن، بریم پی کارمون. خنگ خدا، شاید اونی که زیر ماشین گرفتی کشتی اسم راستاسیش نصیر ناصری نبوده است. هر کی بوده من نفهمیدم. من اون شب پاتیل بودم، جاتون خالی تا خرخره خورده بودم. تو رو خدا اگه تو خود اون مرحوم هستی بیا و رضایت بده. چند دفعه ننم و فرستادم پیش زنت پری خانم، ازش خواهش کرده ولی رضایت نده. من زنم کجا بود؟ یه نامزد تازگی ها پیدا کردم اسم شیرینه، اونم یه پاش رو هواست. اما اون مرحومی که من زیر گرفتم زن و بچه داشت. عالی شد، میتونیم بریم از زن اون مرحوم همه چیزی بفهمیم.
آره اسمال آقا، شما آدرس زن اون مرحوم میدونی؟ زن شما رو؟ من که مرحوم نشدم، زن اونی که زیرش گرفتی. اگه آدرسش بده خودم میرم واسطه میشم، میگم بیاد برات رضایت بده. قول میدی این کارو بکنه؟ اون مرتب میره در خونشون که رضایت بگیره، اما زیر بار نمیره. ننم میگفت پری زن اون مرحوم بیچاره واسه این که بتونه شکم خودش و بچهش رو سیر کنه، شبا میره کافه آواز میخونه. میداری من با شما حساب شوخی ندارم. پر چرا اسم شوهر مرحوم منو میاری؟ من اسم خودم میارم، هنوزم مرحوم نشدم خانوم. چرا چرت و پرت میگی؟ نصیر ناصری فرزند رحیم علی اصفهان شوهر من بوده و تصادف کرده و مرده. نه خیلی، نصیر ناصری فرزند رحیم اهل اصفهان منم، هنوزم تصادف نکردم و نمردم. خب حالا چی کار کنم که تو هم نصیر ناصری هستی؟ هر کی میخوای باش، به من چه مربوطه؟ همش به شما مربوطه، برای که شوهر شما بی خودی خودش جای من جا زده است و مرده است و پدر منم در آورده است. هرچی میخوام ثابت کنم من نمردم میگن تو مردی، میخوام آب بخورم میگن تو مردی، میخوام نون بخورم میگن تو مردی، میخوام هوا بخورم میگن تو مردی، میخوام راه برم میگن تو مرد. چملو ثروت حاج عموم بهم رسیده، تنها وارثش منم، میخوام برم ارثی رو جمع جور کنم میگن نمیشه تو مردی. بو پوش نوجرا. خب از این ارثیه چند میلیونی چیزش هم به ما میرسه؟ من چی میگم؟ این ضعیفه چی میگه؟ من حواسم کجاست؟ خانم حواسش کجاست؟ میگم حالا شما بپوشون اینا رو بابا. شما مطمئنی که اسم شوهر شما نصیر ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادر از اصفهان بوده؟ بله که مطمئنم، تو شناسنامه و قبولم تمام مشخصات شوهرم نوشته شده. ببینم شناسنامه. لا لا ببینم شناسنامه دونو. اینجا نمیشه، میتونی بیای تو خونم و تمام مدارک رو ببینی. بفهم بده. ببخش. شمسی قوم خوشم پیدا کردیم. پس چی کار کنیم؟ تنها بودیم. خیلی خوب، من میرم مدارک این خانم میبینم برگردم. باشه، منم در عوض مدارک این خانم میبینم. ببینم مدارک تو تکشه چی مدارک بودی داری؟ خانم جون خداحافظ، صبح زود بیا سغرام. چشم. خب حالا مطمئن شدی که شوهرم نصیر ناصری بوده؟ بله، شناسنامه و قبالت و همه نشون میده که شما زن نصیر ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادر از اصفهان بوده. اما این نصیر ناصری فرزند رحیم شناسنامه 1890 صادر از اصفهان جز من کسی دیگر نمیتونه باشه. پس شوهر منم جز شما کسی نمیتونه باشه. خانم من اومدم اینجا حقیقت رو بفهمم. نعمت تو میگی نصیر ناصری هستی، منم مطابق این مدرک زن تو هستم. شما بی خود زن من هستی. تو هم بی خود نصیر ناصری هستی. نصیر ناصری شوهر من بوده و مرده. نه خیر، نصیر ناصری منم، زنده هم هستم. پس شوهر منی. ده تو غلط کرده زن من باشی. تو هم غلط کردی شوهر من نباشی. نمیفهمم آخه من کی باشم عروسی کردم که خودم نمیدونم؟ شاید عروسی کردی و یادت نیست. خانم من اول نفس بپوشو اینا رو، اول نفس شما رو میبینم. چرا میخوای بی خود خودتو بنده من بکنی؟ برای اینکه تو هم بی خودی میخوای صاحب چند میلیون ارثیه بشی. اموی من بوده چه پا به من میرسه؟ مگه اینکه با من کنار بیای جونی؟ خب چجوری با هم کنار بیایم؟ چه میدونم، بالاخره باید منو ببینی. همه جا باید یکی ببینیم. عجب دنیای بی حیایی شده. خلاصه این منبر از گوشت بیرون کن که بتونی صاحب این ارثیه بشی. مگه اینکه من زنت بشم و ارسیرم نصف و نصف با هم قسمت کنیم. نصف و نصف با هم قسمت کنیم، عجب برنامه قشنگیست. ارسیر نصف و نصف قسمت کنیم، شما بشی زن من، منم بشم شوهر شما. منم یه دقیقه دیگه اینجا بمونم از شما به چه دارم بشم. ماما این آقای کیه؟ این آقا پدرت عزیزم. نگفتم؟ پس اون که عکسش تو کمدمه کیه؟ اون دیگه نمیاد، از امشب این آقا پدرته. خدا اون پدرته بیامون. بی سلام کن. سلام بابا. سلام بابا.
الحق که خیلی ختمی. این نمیدونی باباش تصادف کردی. منم هر روز بشه چه یتیم بشی. خانم من خیلی دلم میخواست آبی یه دوجین بچه یتیم میشدم. هزار تا شدم سرپرستی میکردم. حرفی هم ندارم پدر خونده این بچه باشم. اما نقشه شما فقط برای بالا کشتن ارثیه حاج عموی منه. درسته؟ باباش داد نزن بچه خوابیدی؟ البته تو بغل پدرش جاش گرم خوابش گرفته. بگیرش ببینم. بیا مامان. چسب بده بیخیریش. حسابی دارم پدر بچه میشم. بی زحمت بیارین رو تخت خواب بخوابینش. عجب بسادی. اول سرپاش بگیرم. نه بابا بیاریش. چش بابا بیا اینجا. بگی بخواب ببینم. بگی بخواب. نمیخوام بری. نمیخوام بری. من کار دارم بخوام برم. برم کن برم دیگه. حالا یه خود پلوش باش. خوابش که بردم اون وقت برو. عجب گرفتمش. خدا خیلی خوب. نکنه این به چه مال خودم ازو. خودم نمیدونم. درسته. مگه شکی هم داشتی؟ هم بچه مال توی هم مادر بچه. صحیح. نقشه داره درسته اجرا میشه. بچه خوابیده، حالا ممکنه مادر بچه رو بخوابونی؟ دیگه چی میخوایی؟ دیگه هموش صاحب میشه، چون فقط تنها من هستم که میدونم این نصیر ناصریه. پس چرا میخوایی به من کمک کنین ها؟ ببینین خانم، یه چیزی براتون بگم. من سالها منشی و مباشر حاج ناصری بودم، اما اون خدا بیامرز اگر یک ماه به من مساعده میداد اول نزولش کم میکرد. خلا نذاش حتی یک شایی برای خودم پس انداز بکنم. اما حالا تصمیم گرفتم که دیگه به فکر خودشم. وقتی فهمیدم که شما یه زن خوشگل مشکل و تنها و بیپناه هستین، تصمیم گرفتم که حسابی کمکتون کنم که هم شما صاحب پول کلونی بشین، هم خودم استفاده ببرم، هم خدای بالا سر راضی بشه. خب شما چی کار میتونین واسه من بکنین؟ ببینی خانم، من تنها کسی هستم که میدونم حاج ناصری چقدر پول نقد تو بانکا داره و چقدر دست مردم داره و چقدر زمین و مستغلات و خونمونه داره. خلاصه شما تا من نبینین نمیتونین صاحب این ثروت بشین. فهمیدی؟ تو بکن زودی به من جواب بده. قربونش برم. صبر کنین. بله. بفرمایید. من همین حالا فکرامو کردم. چی؟ خب چجوری میتونم شما رو ببینم؟ این دیگه بستگی به لطف و کرم خودتون داریم. با 10% چطور؟ 10%؟ گلو بچه میذاری قهر میکنه والا. که اونم با 20% راضی بشی. ببینید خانم جان، من دوتا پیشنهاد بهتون میکنم، هر دوشم باید قبول بکنید و الا همین الان با تون خدافیزی میکنم و هیچ کاری هم با شما ندارم. خب دوتا پیشنهادتون چیه؟ یکیش درباره ارثیه است که هر چقدر بود میذاریم وسط با هم دیگه میخوریم، و اون یکی دیگه هم بازم درباره خودتونه که اونم هر چی بود میذاریم وسط با هم دیگه نوشجون میکنیم. یعنی چه؟ یعنی این که خانم جان، ببین شما بیوه‌ای، منم بیوه‌ام، وقتی ما در قسمت‌های مالی با هم شریکیم دیگه چرا در قسمت‌های دیگر شریک نباشیم؟ این که احتیاج به فکر کردن دارید. بله خیلی خوب، میتونیم فردا صبح نتیجه رو به من بگیم. من دیگران باید همه کاره حاج عموی من بودی. به جناب سروان بگو من کیم. یاله والا من چه میدونم شما کی هستین، حرفا میزنم. آقا ما باشر منو نمیشناسی؟ یادتونه که من اومدم مشهد پیش عموم، عموم به من گفت به به چقدر گنده شدی، منم گفتم خودتون گنده شدی. یادتونه؟ بهشون بگو دیگه. والا من که همچی چیزایی یادم نمیاد. بگو بجون مداد نخور. اگه شناسنامه داری نشون بده قالو بکن بره جانم. ای برون ذاتت لعنت، جناب سروان برای من نقشه کشیدن. اینا چون میدونن من شناسنامه گم کردم این حرفا رو میزنن. مهم نیست، اگه شناسنامتون رو گم کردین در عوض دوستانی دارین که شما رو بشناسن. بله من به اندازه موهای سرم دوست و رفیق دارم. من کاسه محلم، همه اهل محل من میشناسن. بسیار خوب، من یه مأمور با شما میفرستم صورت مجلس کنه، بعد میرین دادسرا، اونجا حقیقت روشن میشه. باشه بفرستین. بفرما آقا این دو دهنه مغازه بنده، بفرما بریم. بفرما باشه.
بفهم تو. این سه دستخط شاگرد من است، اونم عکس خود من است. من ریش نداشتم. عکس تو اونجا چیکار میکنه؟ سه دستخط عکس منو چرا برداشتی؟ عکس شما؟ از اول عکس من بوده، هنوزم هست نیست. سه دستخط میفهمه چه غلطی میکنی؟ تو شاگرد منی، میگم عکس من کجاست؟ آقای پاسبان جون من، شما بگین تو مغازه عکس صاحب مغازه رو میذارن یا شاگرد مغازه رو؟ نفهمیدم. پس تو صاحب مغازه من شاگرد تو هم؟ پس چی؟ مگه جواز کسبمو نمیبینی؟ توف به گور پدر هر چی آدم بی چشم رو به میکشم. چه میزنی؟ بدستایی بسون جون نمک به هر روشو بگیش میکنم. میکشم شیکم گنده، خجالت میکشی؟ از ولگردی نجات دادم، آوردمت، آدمت کردم، حالا میخوای صاحب مغازه بشی؟ مگه نیستم؟ همه اهل محل میدونن. آشتان اجازه دادم برم خرخره اینو به جامم. آشتان جلوشه بگیر، کلانتری حل بشه. آقا لباسته بپوش، بیا کلانتری. چشم آقای پاسبان، اصلا من از دست این گردن کلوف شاکیم. شما بفرمایید، الان در قفل میکنم و میام. بفرمایید. سه دستخری میکشمت، سه دستخری پدرت در میارم، سه دستخری باد شکمت خالی میکنم. میبینی تو را واکسی اسخر گشته چجوری دست موزمو داد؟ من چون دیدم آدم نمازخونی جواز دکونم به اسمش گرفتم، امیدوارم اون نمازو به کمر بزنه. آقای پاسبان از این آقا تو را بپرسید من کیم؟ شما این آقا رو میشناسی؟ والا من اولین باره که ایشونو میبینم. خب میبین چی؟ اولین بار است منو میبینی؟ من یه نفر به نام نصیر ناصری میشناختم که اونم مدت هاست مرده. تو بگور پدر پدر شده تا میگی من مردم؟ در کارو نیبا چی منو میدن آقا جلو چی بگی دیگه؟ شما هم بفرمین بریم کلا. بذارم کلتری آقای پاسبان، شما نمیدونی من چه خدمت های در حق اینا کردم. من بعد داخل جمعه کافیه، کافیه، بفرمین بریم کلانتری. من باید استشهاد محلی درست کنم، بفرم بریم در خونه پدر نام زدم. شما ها بریم کلانتری، ما هم الان میریم. پدر چطور بود؟ عالی بود. آقا مباشر قول داده که از خاک بلندمون کنه. بیا این 500 تومن آقا مباشر علال حساب داده واسه تو. چی شده آی پاسمان؟ چیزی نیست. شما آقا رو میشناسین؟ بله که میشناسم. آقا نصیر نامزد دختر منه. چه عجب. چطور؟ هیچی. شما میتونین بیان چند دقیقه کلانتری تا یاد اون نرفته است این شهادت رو بدین؟ بله که میتونم. الان لباسامو میپوشم و میام. چی شده آقا نصیر؟ چی بگم شیرین خانم، سه دستخط شاگردم امروی یه حقود تا کرده است، عکس منو کشیده است پایین و عکس خودش برده بالا. تو را واکسی هم که اجازهش دادم به ساعتش جلو دکونم پهن کنه، سن نار زیادتر گیرش بیاد، از بیخ عرب شده به آقای پاسبان میگه اولین بارش که منو دیده است. غلط میکنن خاک بر سرای بدبخت. منو بابا ملا میایم کلانتری و حسابشون رو میرسیم. آقا نصیر یه دقیقه تشریف بیاریم. بله اگه قول بدی محفش دختر منو بگیری، منو دخترم هم میایم شهادت میدیم. به شهادت شما احتیاج ندارم. محفش دختر دونم خدا بسوندش. خیلی دلت بخواد. جواز کسب و اجاره نامچه به اسم آقای سید اصغره. مطابق این مدارک ما ایشونو صاحب مغازه میشناسیم. جناب سروان، این مؤمن مسجد نیده تموم حرفاش دروغه است. من چون شناسنامه‌ام گم شده بود، به پاکی و ایمون این شیکم گندم اطمینان داشتم، جواز دکون و اجاره نومچه رو به اسمش کردم. بله جناب سربانی، سه دستخر گورش کجا بود که کفنش باشه؟ خانم شما بنا بود تو اون اتاق باشین. حالا که اومدین اینجا تو از شما سوالی نکردم، خواهش می‌کنم عفو کنید. این خانم مطابق این شناسنامه و این قباله زن نصیر ناصری بودی. زن همین نصیر خودمون. نه جان، همین که نصیر ناصری نیست. شما قسم میخورین که این نصیر ناصریه؟ البته که نه. منم از زبون خودش دیدی. پس راضی نشین این مرد حق باز حق من این بچه رو بالا بکشه. مگه چه خیالی داره؟ آخه ارثی که از مرحوم حاج ناصری باقی مونده میرسه به نصیر ناصری. که اونم مرده میرسه به زن و بچهش که این خانم و بچهش باشه. اون وقت این خاربار فروش گردن کلوف واسه این که ارثیه رو بالا بکشه اومده میگه من نصیر ناصریم. آقا شما رو به خدا اجازه ندین حق من این بچه یتیم پامال بشه. آخه شما چجوری ثابت میکنی که این مغازه مال شماست؟ جناب سروان، من جایی نمیخوام که آب زیرم بره. برای همچی روزی که زیرش نزنه ازش نوشته استدم. بخونین. بفهم. اون نیست، این یکی است. انگار اونم نیست، این یکی است. بخونین. نوشته است که این مغازه با تمام سرمایه که در اون میباشه متعلق به آقای نصیر ناصری است، یعنی من، و نزد من امانت میباشد. سه دستخر حلواخور، یعنی اون. خب شما چجوری میتونی ثابت کنی که نصیر ناصری هستی؟ شما به آقا جناب اعتماد دارین؟ بله، ایشون معتمد محل هستن. خب از ایشون سوال کنین من کیم؟
خیلی خوب. به آقا جناب و همراهانشون بگیم بیان اینجا. زود بیان. اطاعت قربان. نمیدونی چه آدم. بفرمی. همه بیان تو. بفرمی. بی بقیه. بی سلام. بفرمایید بشینین. آقا جناب شما مطمئن هستین که این آقا نصیر ناصریه؟ والا خداییش نه، من از ایشون مدرکی ندیدم، فقط شنیدم. مغزش برام شستشو دادن؟ شما چی دارین میگین پدر؟ مگه تو اطمینان داری که ایشون نصیر ناصریه؟ تو هم از این و اون شنیدی، چرا باید دروغ بگیم؟ مطابق مدارکی که خانم دارن، نصیر ناصری فرزند رحیم شوهر این خانم بوده که با ماشین تصادف کرده و مرده. والا بلا نصیر ناصری فرزند رحیم شماره شناسم 1800 از صادر از اصفهان منم، هنوزم سقط نشدم. گردن کلوف، چه اصراری داری دروغ بگی؟ نصیر ناصری شوهر من بوده و مرده. بله تو دیگه چی میگی مرکی گردن کلوف؟ بی خودی که نمیتونی خودتو بچه یه مرده جا بزنی مرکی گردن کلوف. واقعا که مردم چقدر وقاحت دارن گردن کلفت. اگه نصیر ناصری بودی پس حتما شوهر من بودی و این بچه‌م تو رو میشناخت. رو تا برم. جناب سروان با بنده دیگه فرمایشی ندارین؟ متشکرم، میتونین تشریف ببرین. سایه عالی مستدام، پاش بریم دخترم. آخه نداره. حقیقتو از ما خواستن، ما هم گفتیم پاش بریم. بله دیگه. دست شما درد نکنه که منو نشناختین. خیلی لطف کردین. آری خانم، شما و سید اصغر و تراب چون شاکی خصوصی هستین، میتونین برین، ولی باید فردا صبح اینجا باشین تا با پرونده برین دادسرا. چشم جناب سروان. خب پس همه چه رسیده مگه نه؟ میگم اگه یه وقت فردا مدرک رو پیدا کرد و دادسرا اون وقت چی؟ برو بابا تو برو. نه خود نفله شما ببینه. هیچ مدرکی نمیتونه پیدا کنه. شما تا منو دارین قصه هیچ چی رو نخوره. بی تو بغل بابا. آره برو بغل بابا. جناب سروان. این یارو که میگفت من نصیر ناصری هم رفته کف خیابون خوابیده، راهو بند آورده. چیه خوابیده؟ برین کنار. برین کنار. برین کنار. متفرق بشین. چرا جوانی رو بلندش کنی؟ یه سر اینجا راهو بند آورده. برو کنار. ماشینی. چرا اینجا خوابیدی؟ من نخوابیدم. من مردم. یالا پاشو خیابون بند آوردی. من باید بفهم مردم یا زنده‌ام. شما زنده ای. بلند شو، بلند شو. پاشو. نه خجاسا، همه من میگم مردی، من هم خواهم ثابت کنم که من زندم. آی ایوه ناز، من مردم یا زندم؟ بلند شد، بلند شد، بلند شد. جناب سروان، گمانم سیماش قاطی شده. معلومه دیوونه جناب سروان. بله، باید معاینه بشه. چه دیوونه؟ ببخشید چی شده؟ دیوونه بدبخت رفته بود تا که درخت پرد شد پایین مرد. بیچاره آخرش خودشو کشت. کی بود آقا؟ یه دیوانه. بیچاره، این دیوانه ها واقعا بدبختن. ببخشید خانم، ما تا چه باید اینجا منتظر آقای دکتر باشیم؟ تا وقتی که نوبتت بشه. آقای دکتر باید معاینت بکنه. آخه من که چیزی نمیشه، بی خود اینجا نگرم داشتین. اگه چیزیت نمیشه آزاد میشید. اگرم چیزیت شد که چند روز میخوابی و خوب میشی. آقا ببخشید من الان باید برم سر جلسه امتحان، هیچی هم نمیدونم، اما سوال امتحانو از چی با آقا معلم کش رفتم. فقط خیلی مشکلی نمیفهمم، میتونید به من کمک کنید یا نه؟ سوالش چیه؟ مرغ اول آمده به دنیا یا تخم مرغ؟ مرغ اول اومده؟ نه، مرغ که اول جوجه است از تخم مرغ میاد بیرون. آره راست میگوی، پس تخم مرغ اول اومده. نه، تخم مرغ هم که از اونجای مرغ میاد بیرون. آره درسته درسته. پس خروز اول اومده، کار خروز است. ها درسته، خروز اول اومده بیرون. براو براو، من دیگه بعد از 20 سال تو کنکور قبول میشم، جواب صحیح رو میدم، امسال دیگه به آرزو میرسم. خداحافظ استاد، خداحافظ. تخم مرغ اول اومده. تخم مرغ هم که از فلان جای مرغ اومده. مرغ اومده. مرغ هم که از تخم مرغ میاد بیرون. پس تخم مرغ اومده. تخم مرغ هم که از فلان جای مرغ میاد بیرون. من خروس اومده. خروس هم که از تخم مرغ میاد بیرون. من چند بابا برو دنبال کار زندگی. تو میدونی مخصوصا نمیخوای به من بگی، دلت میخواد امسال من به دانشگاه نرم. تو خیلی پستی، تو دشمن منی. تو نمیخوای من خوشبخت بشم، تو میخوای من آرزوی رفتن به دانشگاه رو به گور ببرم. میکشمت، میخورمت، ادبت میکنم، سرتو میذارم، میذارم جلوت، میسوزونمت، آتیشت میزنم،
بیچارت میکنم، بدبختت میکنم، از بین میبرمت. چشم، بریم با هم درس بخونیم. شما بی خود با اون مرد صحبت کردین، اون بیچاره دیوانه بود. آره درسته، دیدم داره پرت پلا میگه، مرغ اول اومده، تخم مرغ اومده، اول خروس اومده، بعد مرغ اومده، یا بعد مرغ اومده، پاش سیماش قاضی شده بود. شما میشناسیندش؟ بله، من تمام دیوانه های اینجا رو میشناسم. انشالله که شما دیوانه نیستین آقا. والا چه عرض کنم، شایدم باشم و خودم نمیدونم. شما اومدین اینجا چه؟ والا من تاجر آبرومندی بودم که ورشکست شدم. دیدم بعد از عمری خوشنامی نمیتونم برم زندون، اومدم اینجا به مریضا کمک میکنم. اینجا طلبکارا نمیتونن پیدام کنن. فقط دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده. من که خندم نه بر این حال جنون میخندم، من بر این گنبد بی سک و ستون میخندم. های های، سلام علیکم سخرا خانم، یا الله، سلام علیکم والده ی آقا ماشالله، حال شما دکتری. اینجا از دیوونه خونه همون مرتره، اینجا کجا؟ سلام، اینا یکی از یکی دیوونه ترن. تو اینجا چی کار داری جونی؟ من چوب لباسی نیستم بچه، منم زوره کی آوردن اینجا؟ منم به زور آوردن، جون تو به زور آوردن. میگن تو باید شوهر کنی، هرچی به مامی میگم من شوهر نمیخوام قبول نمیکنه، اما اگه تو بخوای زنت میشم. بلا خدا بسونه دلت مرد که پدر سوخته اکبری. خاک بر سر اون بد سلیقت کنن. آتیش کن بریم. سواد مواد داری یا بی سواده؟ آب اومده و نم کشیده سوادش، از امه جز هیچی نمونه دیادش. سلام علیکم یا الله والده ی آقا ماشالله. زود میری پزشک قانونی و جسد رو تحویل میدی. تلفن زدین؟ بله، تو این پاکتم علت مرگش رو نوشتم که خودش رو از درخت انقاین. عجله کنین. ایلا کندر بفرما قربان. خدا به سلام اومد، خوش اومدین. قربا فرمایش داشته، یه کیلو رو میخوام. انگار ندارین، پس یه نیم کیلو شرف بده. مثل این که تناسیز که نداره همون شرف هست. پس بی شرف ها چی داری؟ لابو سنگی پای قزوین. آقا تو را بکمونم گداست، یه دهشه بهش بده بره. استاد دهشه دیگه هم عمد افتاده، اجازه بده یک قرون بهش بدم، ثوابش بیشتره. بده بده سک خوب بگیر بزن به چاک دیگه هم اینورا پیدات نشا. گدا اون پا بیره دوزه بیره دوزه بیره دوزه بیره دوزه بیره دوزه بیره دوزه بیره من حالا که سیگار خارجی برم داره میکشی برم داره برم داره قفشا تا که برم برو پشت باش بدن کن گرده کن برم باش بدن کن بیکاشمه بیکاشمه دارفانو خسته بکنم اینجا بلیش کن اینجا بعد وقت بیچاره شیچم گونده آلا دیگه پاس با میخواد خبر کنیم من گرده میخواد پاس با صدا کنیم من خودم میرم اما یه وقتی برمیگردم که دیگه یه هپ بزرگ در بیرم
حیف مال خودم بزن تو سرت. خواهش با اون خونتون دیگه هیچ وقت اینجا نمیام. مرده شورتونو ببرن. چینی خانم چیه؟ چی داشته مثل که اوقاتون تلخه؟ چی تو شده؟ از دست زن بابام. از روزی که از کلانتری اومدیم بابام و زن بابام بیچارم کردن. آقا نصیر یا خودمو میکشم یا شما نجاتم بدین. یکی باید خود من نجات بده. من و شما خیلی بد آورده. شما رو زن بابا از خونه بیرون کرده، منو رفیقی نمکنشناس از دکون. اما من مصابه بدبختی خودم پیدا کردم، میخوام برم ترتیب کارشو بدم. پس منم با خودتون ببرید. باشه بریم. اون کیه؟ آقا مباشر، همون کچل بدجنس. بالا سنگ و پایین سنگ، بالا دوله تنگ، بالا دوشم روشن، بالا کمون رستم، پایین چاه زنختون، بالا بازار ریسمون. همش ناز و همش ناز، پایین لیموی شیراز، بالا خرمای احواز، بالا سر و سنوبر، پایین ستر. این چیه؟ تنگی بلوره. اون چه؟ دریای موره. این چیه؟ مشک معطر. اون چیه؟ سر و سنوبر. اون چیه؟ خرمای احواز. این چیه؟ لیموی شیراز. بکردم آخ بکردم، تندی بکردم، کندی بکردم، بکردم بکردم بکردم، میگیرم و عقدت میکنم، تو خونه بندت میکنم، سید کمندت میکنم، تو زن میشی و من هم شوهر، لب به لب و دست به کمر، میدونم شمام چی میخوان شوهر. آدر جون بیا وسط، عروسک خریدم قربونه برم. بیا دیگه. نمیخوام نمیخوام، خوشم نمیاد از تو. آخه چرا از من بدید بیاد قربونه برم؟ بله تو بابای من نیستی، تو کچلی. من کچلم؟ من کچلم شیطو؟ آخه پری جون یه چیزی به این دخترت بگوی که بچه نشد که بیزیب منو بکش بالا تو بهش بگم. وقتی نیم وجبی هنوز من به بابایی خودش قبول نداره، چیچیلی بکشم بالا، میکشم پایین. آذر جون من این آقا تا یه ماه دیگه عروسی میکنیم، اون وقت این آقا بابات میشه. ببین آزی جون، چه از حالا بابات بشم چه از یه ماه دیگه، فرقی که نمی کنی. نه خیزو، بابای من نیستی، بابای من اینجاست. باز میگه نیستی؟ این عکس بابای منه، تو که چکه این نیستی؟ بدش من این عکسو، این عکس بابا قدیمی که بندازش دور، از حالا به بعد بابات فقط منم. چرا عکس بابا میشه گزدی؟ خوب کردم، خوب کردم. کچلی میگه کچلی؟ امین بچه رو اذیت نکن، گریه نکن مامان جون. خیلی خوب، الان میرم یه عکس تمام قد سکسی وسط میگیرم و میدارم میرم. خوب عکس تو رو ببره، یه لحظه بابام بده، عکس بابام بده. اون عکس رو بهت نمیدم، بابات منم فریدی، بابات فقط منم، اینم لعنتی. سغرا بی بچه رو بگیر، ما بریم خیاطی و برگردیم. اول باید بریم انحصار وراثت. خیلی خب، فردا میریم خیاطی. خانم من امروز کار دارم، باید نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه، زود برمیگردم. باشه. وراثت. من بابام میخوام. تاکسی. تاکسی. چه فرمایشی داری؟ پری خانم تشریف دارن؟ همین الان رفتم بیرون. پس چرا بی خودمون رو دعوت کردن اینجا؟
اگه دعوت کردن پس بفرمایید تو بشینین، الان بر میگردن. بفرمایید باشه، میریم ایشون اگه نمیدن میریم دیگه. بفرمایید تو. بیا تو. مرسی. احوال دختر کوچولو چطور؟ بلکن معامله نیست. مامانت کجا رفتی؟ مامانم بابا با قلابیم رفتن بیرون. بابا قلابی؟ آره. همون کچله ریشوه؟ آره، اون خیلی بده. عکس بابا اولیمو، بابا اولیمو زد شکست. بابا اولید؟ آره، شکست. تا حالاش معلوم شده این بچه سه تا بابا داشتیس. عکسو انداخت رو تاق کمد، میگه بابات منم. بعد جنس کچل، ببین چه نقشه های کشیده. چه نقشه هایی؟ برای که بتونه ارسیه عمو ایمان بالا بکشه، با مادر این بچه ریخته رو هم. تو گوش خود بچه هم داره میخونه که باباشه. کوچولو گول نخور یا، این کچله بابات نیست. بابا درستید همون است که رو تاق کمد افتاده است. الان برات بیارمش. اینه، بذار شیشه هاشو بردارم که دستت نبرد. آن درست شد. خدای من، فهمیدم، همه چیز فهمیدم. خودشید. معذرت میخوام، به خدا خودشه. کی خودشه؟ حقیقت معلوم شد، خدا رو شکر. بالاخره پیداش کردم. چی رو پیدا کردی؟ همونی که مرده تا بدلومش افتادش گردن من. شیری خانم، این عکس شریف شریفیه. شریف شریفی کیه؟ شریف شریفی صاحب مسافرخونه شریفه. این شریف شریفی پدر این بچه است. این خدا نیامرز، این ناشریف ناشریفی، همونی که من شناسومم پیشش گیرو گذاشتم. این بچه‌س حقوق باز زن بچه‌شو مشهد ول کرده است. اومده تهرون با شناسوم من با مادری بچه عروسی کرده. بعدم تصادف کرده مرده. شناسوم منم باطل شده است. خدای من درسته. اما چرا با شناسنامه تو عروسی کردی؟ برای اینکه با شناسنامه خودش نمیتونست این کارا بکنه. خودش زن بچه داشت. حالا فهمیدی؟ درسته. پس الان زن بچهش کجا؟ اونا به طور حتم مشهدن. خونهشو من بلدم. سب کنم اسم زنش چی بود؟ توران؟ پوران؟ گمونم توران بود. آره توران بود، یادم افتاد، اسم زنش توران بود. همین حالا باید بریم مشهد، بیارمش تهرون شهادت بده. اونه که میتونه من از این بدبختی نجات بده. وقت بریم. با چی بریم؟ ماشین موسی ابراهیم خیاطو میگیریم و همین حالا دوتای حرکت میکنیم میریم مشهد دیگه. کوچولو خدافظ. به بابا دروغیت بگو آقا نصیر اومد ببینه نبودی. انشالله از مشهد که برگشتم حسابی میرسم خدمتت. یک پدر زد دررم که خودت حظ بکنی. برو بریم اینا. این شریف شریفی صاحب مسافرخونه شریف بعضی وقتا میومد از حاج ناصری پول نزول میکرد. ولی ببینم تو چرا این مدت عکس شوهرتو به من نشون ندادی آخه؟ لزومی نداشت عکس مرده رو به تو نشون بدم. خب دیگه چی گفت؟ گفت همین حالا ماشین میگیریم و میریم مشهد، توران زن شریف شریفی رو میاریم تهرون که شهادت بده. بله. ای داد ای داد، اگه توران بیاد و شهادت بده تمام زحماتمون از بین میره ها. توران دیگه کیه؟ زن شوهر مرحومت دیگه. ترکش. وقتی هم میخواست بره به بچه گفت به پدر قلابیت بگو از مشهد که برگشتم حسابی خدمتت میرسم. یعنی چی کار میتونه بکنه؟ بکن. نمیتونی جلوشو بگیری؟ نمیتونی کاری کنی که نتونه خودشو با اونجا برسونه؟ چرا، باید همین کارم بکنی. ولی نه تنها سار ارسیه نمیشیم، بلکه نصیر میتونه شکایت کنه و حساب همه مونه برسه. به کی تلفن میزنی؟ به سه دستگر و ترا، با اونا باید برم مشهد. شیری خانم نگاه کن. السلام علیکم. السلام علیکم یا حضرت امام رضا یا زامن آقا، قربون وجودت برم. به ما دوتا کمک کن از این سرگردانی نجات پیدا کنم. انشاءالله. سلام تورا خانم. ما با توران خانم زن آقا شریف کار داشتیم. یه ساعت پیش رفتن حموم. رفتن حموم؟ بله. کدوم حموم؟ حموم آدمیان. حموم آدما کجاست؟ اون طرف خیابون دست راست. ببخشید همشه، برو بریم. همینجاست.
ببخشید آقا، ما با توران خانم کار واجبی داریم. توران خانم؟ نه توران خانم. کدوم توران خانم؟ ممکنه تو هر نمره یه توران خانم باشه. خب همشون بگیم میام بیرون. ببین میدونی چیه؟ این توران خانم که ما میگیم شوهرش تصادف کرده و مرده. میخوام یه جور بهش بگیم که هول نکنه و خدای نکرده اونم بره لدست شوهرش. آم بیچاره. بفرمایید بریم صداش کنیم. اما شاید لخت باشه. ما که با لختش کاری نداریم. صبر بکنیم تا لباساش بپوشه. خیلی خب بفرمایید بریم. شیرین تو اینجا بشین تا آماده. باشه باشه. توران خانم. توران خانم اینجا نیست، من شهینم. میگه من شهینم. اینجا رو ببینیم. توران خانم. کیه؟ تو. من توران دختم. توران دخته. من فکر کردم توران لخت. بیا اینجا. توران خانم. من نازیلام، اشتباهی اومدی. چی زیلا؟ نازیلا. توران خانم. توران خانم شوهر کرد، در پیش کن. اشتباهی در زدم، خیلی میبخشی. ببخشن آقا. توران خانم. بله. پیداش کردم. ببخشین، یه خانم آقای اومدم با شما کار دارم. خیلی خب الان میام. پیداش کردی؟ ببخشید. آره الان میادش. اینم مشهد. الحمدلله سلامت رسید. الحمدلله، الحمدلله. خب حالا باید کجا بریم؟ ببخشید آقا، معذرت میخوام. آدرس زن و بچه شریف شریفی صاحب قبلی مسافر خونه رو میخواستیم. کجا؟ اول خونش همین روبرو بود ولی حالا عوض شده. عوض شده کجا؟ رفته کوچه چی؟ چقدر این معطل میکنید؟ بالاخره میاد بیرون. میادم وقتی جون منم بیاد بیرون. یه زن و بچه دارم میان، ببین همینه. آره خودشه. سلام علیکم. سلام علیکم. منو میشناسین؟ من همون خانم که شناسمه چند سال پیش گذاشتم پیش شوهر شما گرو، بعدش اومدم در خونه شما. یادتون اومد؟ بله درسته. و شما مقداری پول به من دادین. من هیچ وقت محبت های شما رو فراموش نمی کنم. از شوهرتون خبر پیدا نکردین؟ هنوز نه. نمیدونم مرده است، زنده است، کدوم قبرستونیه؟ بهشت زهراست. به هر حال دیگه برام بی تفاوته. اصلا فکرش هم نمی کنم. کاملا حق داره. مخصوصا وقتی شریف بره و یواشی شما یه زن تهرونی هم عقد بکنه. تو رو خدا راست میگی؟ بله خانم، یه بچه 4 ساله هم داره. بی شرف بی همه چیز. خودم همین فکر رو میکردم. اگه کمکم کنین و اونو به من نشون بدین میکشمش. شما زحمت نکشید، خدا اونو کشته است. چطور؟ با یه ماشین تصادف کرد، 1-2 سال پیش. عمرش داد به شما. جهنم. سزاش همین. حالا اون زن و بچهش کجا؟ تهرونن، اما حالا اونا زن و بچه منن. زن و بچه شما؟ چطور؟ هنگ بزن، هنگ بزن. ببخشین، توران خانوم اینجا خانوم. نه خیر، رفتن همون. همون زنونه؟ بس همون مردونه؟ کدوم همون؟ اون طرف خیابون همون آدمه. یالا بجا بینه، الان درده. بیا، بیا، بیا. امروز چقدر سراغ توران خانم رو میگیرم. همه چیزو فهمیدم. به خاطر محبتهایی که به من کردین همین حالا حاضرم بیام تهرون رو شهادت بدم. پس معطل نمیشه، همین حالا میریم تهرون. دست بشه بگیر، یالا یالا بریم. زود باشی. ای وای، این سه تا جدا اومدن باشه. برو باشه، برو باشه، هم باشه. وایسه جا، نباید این رو ببینم. بودو بودو ببخشید، ممکنه توران خانم صدا بزنه؟ امروز چقدر توران خانم عجبم میخواد. او حالا ممکنه صداش بزنی، تو یکی از نمره هاست. تو رو خدا عجله کن، کار فوری باش داری. والا یه توران خانم داشتیم، همین الان 2 نفر اومده اونو ورش داشتم برده. نخوری زمین، نخوردم زمین دیگه. کو توران خانم اونها شیش دیگه بوده میرک. یا صاحب زمان، ما رو از شهر 3 نفر نجات بده. Thank you.
این بچه انسا از کجا فهمیدن ما اومدیم مشهد؟ منم متعجبم. حالا نمیشه ماما، نمیشه. آخه نمیتونم خودم رو نگه دارم، چی کار کنم؟ حالا که نمیشه ماشین رو نگه داشت. جاهیو مامان من ناراحتم، بگو نگه دارم. ببخشین آقا نصیر، ممکنه دو دقیقه ماشین رو نگه داری؟ چی کار داری خانم؟ من کاری ندارم، بچه کار داری. لابد از اون کارا. تورا خانم حالا که نمیشه، این سه تا گدا مثل قرقی دارن دنبال ما میان. الان میرسیم قهوه خونه. یالا مامان، یالا مامان، بگو نگه داری. سب کن، الان میرسیم قهوه خونه. مامان نمیتونم. نمیتونه. منم نمیتونم. بچه جون یه خورده دندون سر جگر بذار. نصیر جون نگه دار. لا 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 لا. بیا پایین مینا، بودو. یالا بیا پایین. زود باشه، زود باشه، میری پشت اون الفا. خود زود باشه. زیاد معطل نکنه بچه ها. ما میگم بریم یه طوری میشه. چه فارتی بریم؟ ما دو تا این گاب پیشونه سفیدیم. تا برسیم پاسکا جندرم هستمون رو رسیدن. ها میگی چیکار کنیم؟ چه هم دونم. بودو بیا زود باش. ده بودو. برو برا سواش. یالا. بر شیطون لعنت، روشن نمیشه. بری پایین هولش بدی. یالا دیگه معطل نکن، بری پایین. پیداشون نیست، انگار آب شدن رفتن تو زمین. شاید هنوان مشهد خارج نشدن. مشهد بمونن واسه چی؟ این بدجنس میخواد هرچی زودتر زن و بچه شریف شریفی رو برسونه به دادگاه. حضرت آقا، این ماشینی شما خیلی کار داره. دینامش کار نمیکنه، یکی دو ساعت معطلی داره. ای داده بیداد، پس حالا چی کار بکنیم؟ خیلی عجله داری؟ بله، این بچه باید برسونمش بیمارستان، مریض شده، حالش هیچ خوب نیست. خیلی خوب، بذار این کار صبحمو ما کرده باشیم. شما ماشین ما رو بردارین برین قوچون، بچه رو برسونیم بیمارستان. ما ماشین شما رو درست میکنیم، میاریم دم دروازه قوچون، منتظرتون بشیم. چطوره؟ عالیه، خدا از بزرگی کمتون نکنه. اینم خدا چه ماشین. دست شما درد نکنه. پس ما دروازه قوچون رو منتظرتون هستیم. خداحافظ شما. دروازه قوچون بود. خداحافظ شما. زود باشه سوارش. عجب حقی بهشون زدیم. برو بری. بزن بری. عجب کلای سرشو گذاشتی. وای سر دیگه هی برو. من دو روز برم گراز میره. بده. آه چیه؟ ببینم اینا که تو این ماشین بودن از کدوم طرف رفتن؟ فکر کنم با یه ماشین دیگه از اون طرف رفتن. بیام بریم، میگه از اون طرف رفتن. بیام بریم. نصیر، این زیر پر سیگاری وینستونه. آقا نصیر، این پشتم پر سیگاری. به دوزده این آقلا، عجب کار سوابه کردن. چطور؟ اینا قاچاقچی بودن، ماشینشون پر جنس قاچاقه. برای که بتونن جنس رو از پاسگاه رد بکنن، ماشین رو دادن به ما، ولی عاشق چشم ابرو ما نبودن که. آقا نصیر، ماشین اونا داره میاد، روشن کن بریم. با این ماشین که نمیتونیم بریم که، ژاندارم میگیرندمون. بیایم بریم پایین یه جاقایی میشیم. بودو ای اونا هاشن. آره خودشونن. وایسا وایسا آقا مباشر وایسا، دارم میرن طرف رودخونه. سب کنیم که وایسا. یه وایسا یه دومانه شد. چیکار کن؟ بیا بچی، بیادی بیا. رفتن کامبو، تو برو تو سلاخیلی بگرد. خلنگ اونو هاشم، بری پایین. Thank you.
با ماشین خودشو برم. خیلی خوبه. سوار شید. زود باشید. برید بالا. سویچه با خودشون بردن. پیاده بشید. باشه. آره خاطر. سیگار داری. آقا بعد لگو. زود باش دیگه. اومدم. با اتوبوس رفتن. باشه لیم دنبالشون. اه چرخ جلو پنچره. ایوا مولا عقبم پنچره. ای وای. احتیاط بدارد. ای چه خاکی به سرمون شد. نزم به سر مواد میریزی. بخواش که شانس. میگم با ماشین خودشون بریم دیگه. راست میگه برو سوار شو. برو بریم. برو مطلب کن. بودو. آقا به زحمت همینجا نگه داری؟ نگه داری. بچه ها بیان پایین. زود باشی بریم. ببینیم چی تو میشه. بفهم آقا. شما درد نکنه. خدا حافظ شما. ماشینی که میاد خودشه. جلوشو بگیریم مواظب باشیم فرار نکنه. ایست! بایستا! بچه‌ام چی می‌کنی سر؟ بریم پایین نفس بگیریم. بریم سر. ما باشیم و کار داریم. راست میگه ما باید بریم سر. بیارشون پایین. ما که خلافی نکرده باید. چی بیارم پایین؟ خودتون بهتر میدونی. ببرینشون تو پاسگاه. ماشین مال ما نیست. به خود مال ما نیست. راه بیفتی نفس زنی. بیا بریم جلو. چه بدبختی بزرگ. ماشین پر از سیگار قاچاق بوده و ما نمیدونستیم حق ما باشه. آره انگار سیگار زرم بوده. گفت شو سیگار زر که دیگه سیگار قاچاق نیست. عمله آقا باشه. آقا باشه. یه بیمزا انگار ماشین خودمون داره میاد. دارم دیوونه میشم. دیوونه. بفرمید آقا. متشکرم. با مدارکی که خانم ارائه دادن و تایید نماینده دادستان و رئیس کلانتری نصیر ناصری فرزند رحیم شخص شما هستید. بفرمید اینم شناسنامه‌تون. دست شما درد نکنه. با این حساب مثل که من تازه به دنیا اومدم. بله به شرطی که مواظب باشید دوباره شناسنامه‌تون از دست ندید. خاطرتون جمع باشه. محکم نگرش میدارم. این زنم تورا خانم با لطف شما بود که من دوباره متولد شدم. بفرمید اینجا امضا کنید. بفرمید خواهید. چش مبارک به من چه مربوطه ماما؟ برسه بیلیاقه امضا کنید. امیدوارم به پای هم بیم. مبارکه مرتشو ترکیب تو. آخه ماما به من چه مربوطه؟ بمیر. آقا نقل بفرمایید. دیگه با شناسنامه هم کار ندارین؟ نه خیلی برش داریم. چش چی شد؟ چی شد؟ زنجیر میکنی آقا. شناسنامه رو زنجیر کردیم. جلال خاله. آقا نصیر مبارک باشه ایشالله. چرا عروس رو نمیبوسی؟ چش تو را خانم وقت بسیاره. من این زن از شما دارم. گنجیش کرد نگاه کن آقا. ای شیجون بلا من این عروسی رو به هم میزنم. تو غلط میکنی بدون اجازه من عروسی رو بندازی. بفرمایین آیا اجدان شوهر من همین نامردی که بسطا عقد و عروسی رو انداختی. حالا بیا و درستش کن. آقا شما زن اولتون اجازه دارین که عروسی میکنین؟ زن اول من؟ بله لابد میخوای بزنی زیرش. آی پاسبان شناسنامه ای منو که دیدین. اینم قبولم، اینم بچهش. حالا اسم بیساب شده شه ازش بپرسین. آقا اسم شما چیه؟ لا اله الا الله. نصیر ناصری فرزند رحیم شماره شناسنامه 1890 صادر از اصفهان. بفرما نگاه کنه. درسته. بفرمایید بریم کلامتری. آقای پاسبان این ضعیفه دروغ میگه. تو غلط میکنی زن ما باشی. آقای پاسبان زن بی خودی میگه بندازنش بیرون. شو تو رو با صندوق بیرون که میخوای جای منو بگیری. بکن این لباسای چی صاف شده شو. خفه شو. خفه شو. دوماده بزنی.